خب امروز 19 مهر ماه هست، حدود ساعت 12:30 به وقت بیروت. ما امروز دیگه اومدیم وسط شهر بیروت، ما تو مرکز شهر با جواد مگویی مستندساز که سر و کلهش همیشه هر وقت یه بحرانی یه چیزی هست اونجا پیدا میشه. آقا جواد اینجا چیکار میکنی تو بیروت؟ ما اومدیم کمک. اومدید کمک؟ چند روز کلن اومدی؟ الان فکر کنم 5-6 روزی هست. آره 6 روزی هست. بس شدیم که آقا بیاید، ما اومدیم کمک شما، اولویتاتون چیه؟ چی کسری داری؟ اونا هم حزب‌الله خیلی بدنه قوی اجتماعی در سازماندهی در واقع این کمپا داره، برید سر بزنید فوق‌العاده هن، یعنی کمپا رو خیلی خوب اداره میکنن، تشکیلاتشون عالیه، چیزی شبیه مثل موکبای عراق که هر بایی میشه خودشون، هر کسی میدونه باید کار خودشون انجام بده. اینجا الان این اتفاق افتاده، اما به هر حال این حجم از آوارد که تقریبا 1,000,000 آوار هستن از روستاهای شمال جنوب بیروت تا بلبک و تا خود بیروت و زاویه و اینا، تقریبا 1,000,000 آواره وجود داره. ما اومدیم واقعا این کار رو انجام بدیم. ما همینجوری که داریم میریم این کنارها داریم یه چادرهایی رو هم میبینیم، یعنی حالا این جلوتر هم دوباره هست از حالا خانواده هایی که دیگه شاید شرایط مناسبی هم نداشتن و جایی نتونستن برن، چون بعضیا از آواره ها حالا رفتن به بعضی شهرها، رفتن سراغ مثلا فامیلشون، سراغ اطرافیان کسی، بعضی ولی توی بعضی از مناطق بیروت بخشی از این آواره ها هستن. دیروز بهت زنگ زدم رفتیم کارخونه پتو و اینا بودیم. آره رفتیم پتو بگیریم، یه تقریبا 20,000 تایی داریم پتو میگیریم، منتها اوضاع جنگیه دیگه، کارخونه تعطیله، یکی گرون میده، یکی احتکار کرده، ناهی داریم دنبال یه جنس خوبه ارزونه چیز میگردیم. بچه های گروه های دیگه هم اومدن به اینا رو ببینید، خیلی خوبه، یعنی یه سری از بچه ها همینطوری بلند شدن اومدن اینجا و کمک ها و کمک هم به نظر من دستشون کاملا بر اومده. یه بیمارستانی هست حتما برید ببینید، این بیمارستان متروکه هست، 11 طبقه است، 3-4 طبقه شو گرفتن تمیز کردن، برخوری کردن، چیز آماده شو کردن و دارن هی تحویل آواره ها میدن. تو یه دونه شؤون کاریت، اون شأن تاریخیته، کار تاریخ پژوهی که میکنی، یه حرفی زده میشه هم تو ایران هم تو منطقه، هم توی اون عمل روانی که اتفاقا اسرائیلیا میخوان انجام بدن روی این تاکید میکنن تو اینجا که آقا این جنگ جنگ حماس بود، مثلا حزب الله چرا خودش رو آورد وسط این ماجرا، شنیدی اینو؟ آره اینجا هم میگن، اینو به ایران هم میگن، به عراقی ها میگن، به یمنی ها میگن، به حزب الله هم میگن که اصلا شما چرا وارد این جنگ شدید. اصل قصه اینه که اصلا شما نباید 7 اکتبر رو مبدا جنگ بذارید. ببین اولین باری که به لبنان حمله کرده اسرائیل 1948 یعنی دقیقا موقع پیدایشش. حماس کی تشکیل شده؟ تقریبا 1985 یعنی 40 سال قبل، قبل از اینکه حماس تشکیل بشه اسرائیل به لبنان حمله کرده. 30 سال قبل از اینکه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اصلا متولد بشه حمله کرده. یعنی میخوام بگم که اصلا جنگ جنگ پای ایران و لبنان و پای لبنان خیلی قبل‌تر از این باز شده به جنگ. ببین مردم اینجا اینو درک کردن، شما الان برید تو بعضی از این جنوب لبنان به چرخی هنوز خونه های تخریب شده یه 1960 رو میتونی پیدا کنی. اینا که بعضی گفتن که اسرائیل یعنی جنگ، اسرائیل 1948 تشکیل شده،
از اونجا حمله کرده، دوباره اومده 1968 تقریبا میشه سالای 50 و سالای 46 اینا. خب اومده دوباره حمله کرده، یه دونه حمله گسترده داره 1978 یه سال قبل پیروزی انقلاب، یه دونه هم که سال 61 ما داره، یعنی 1981-2 که اومده دوباره حمله کرده. میخوام میگم که شما اگه الان بگردی مثلا پیرمردان اینا رو پیدا کنی از 1948 خاطره دارن، خاطره دارن 1968 خاطره دارن، اینا که به جمهوری اسلامی و حماس و جهاد ربطی نداره. یعنی من اسرائیل دنبال همینه، این صدا رو میبینن، صدای پهباده، این صدا 24 ساعته داره میچرخه فقط برای اینکه روب و وحشت ایجاد کنه به همه لبنان. حالا الان به چرخی میبینی، الان ما اومدیم دم دریا، الان ملت هم فکر میکنن دیگه اینجا خبری نیست. ما ولی ما برای چی اومدیم اینجا؟ ولی واقعا زیست برخی الان اینطوریه، یعنی شما تو زاهیه که الان بری جنگ، بقیه جنگ نیست، یعنی بقیه روال عادی زندگی در جریانه. آره یه نقطه ای، حالا ما توی این گزارش هایی که آماده میکنیم و بخش های مختلف مستند تهران بیروت سراغ مناطق مختلف میریم، ایشالله داریم تلاش میکنیم که سمت جنوب لبنان بریم، سمت ترابلس بریم، جاهای مختلف بریم. چرا الان اومدیم اینجا؟ یکی از جاهایی که بعضی از خانواده ها میان اینجا چادر میزنن و جمع میشن اینجاست یا جاهای مشابه. حالا ما خیلی جلو نمیریم به خاطر اینکه آدم هایی هستند که دوست ندارن، بالاخره آدم های آبرومندی هستند که داشتن زندگیشون رو میکردن و الان شرایطشون اینجوری هست، فقط برای اینکه ما تصویرمون کامل تر بشه از تصویر بیروت که داریم ارائه میدیم اومدیم اینجا. خیلی از این آوارا یعنی مرداشون تو جبهه جنگ خودشون اینجاست و حزب الله همزمان داره تو دو تا جبهه می‌جنگه. یعنی که شما بخوای هم توی جبهه جنوب با اسرائیل بجنگی و هم 1,000,000 رو سازماندهی و بخوای حمایت کنی آره پشتیبانی کنی. خب تو میگی بعد چیکار کرد؟ یعنی مثلا از دست ما چی برمیاد الان؟ ببین کسی که واقعا الان نگران لبنان، نگران شیعه است، نگران اسلام، نگران ایرانه، هر یعنی با هر پارامتری بسنجی، به نظر من مهمترین کاری که الان ما میتونیم انجام بدیم مای مردم، نه نظامی ها، نه حتی دولت، مای مردم واقعا کمک به این آوراست. آره شما تو این کمپا برید اینو کامل احساس میکنه، یعنی میخوان تلاش کنن که زندگی در جریان بمانند، یعنی بچه ها دارن بازی میکنن، یه عده‌ای دارن درسشون رو میخونن، یعنی اون زیست جنگی رو گفتن لبنانی ها، فلسطینی ها زیست جنگی رو خیلی خوب بلدن و سعی میکنن اون رو حفظ کنن که این زندگی در جریان باشه و این مقاومت نمیره. خانوما اینجا خیلی میدان دارن، یعنی شما میری توی کمپ ها میبینی یه خانوم مسئول این کمپه، سری شبکه درست کرده، سری کار تشکیلاتی داره انجام میده. گفتی زاهی هم رفتی؟ شبا با موتور میریم اونجا. من دیروز دیشب پریشب هم رفتیم مزار شهداشون و همه این فرماندهایی که تو این یک ماه شهید کردن، ترور شدن، همشون اونجا خاکن. و اتفاقا ما دیروز که رفتیم دیدم یه پسره داره قرآن میخونه، تاریکی داشت قرآن میخونه، خیلی محزون بود. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل من رب سوء.
قریبن علی شبونه اینا رو دفع میکنن و خیلی دردناکه. یعنی چون تو محل خودت، تو منطقه خودت، جایی که به دنیا اومدی، فضای جوریه که تو شبونه دفع میکنن. آره. ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. شرایطی که داری اینجا الان میبینی با مشاهدات قبلی چقدر فرق داره؟ شرایط خیلی خرابه؟ شرایط نه، به نظر من شرایط اونقدر که ما فکر میکنیم تو تهران بود اینطوری نبود. درسته که اکثر فرمانده‌های نسل اول در واقع حزب الله رو زدن، ولی شرایط، من تهران که بودم یه چیزی نوشتم در مورد دهه 60 و مقایسهش با اینجا، به نظر من خیلی شرایط بهتر از دهه 60 ماست. یعنی اون فروپاشی که همه فکر میکنن اتفاق افتاده، به نظر من مثل سال 60 مون هم حتی نیست. یعنی شما سال 60 رو اگر مقایسه کنید، یه کشوری حمله کرده به جمهوری اسلامی، یه کشور به اسم عراق، خرمشهر اشغال آبادان توی از 360 درجه 340 درجهش اشغال شده، 7-8 ده تا استان ما زیر موشک و بمبارونه و میلیون ها آواره. از طرفی هم سازمان مجاهدین خلق دست به اسلحه شدن، ترورهای خیابانی، ترورهای مسئولین. یعنی شما فقط تابستون سال 60 رو ورق بزنید اصلا وحشت میکنی از شدت حوادث. شیش تیرهای خامنه‌ای نماینده شورای عالی دفاع، وزنه سیاسی بسیار مهمی هم در جنگ هم در تهران ایشون ترور میشه. هفت تیر، خب انفجار بزرگ هفت تیر، 100 نفر مجروح شهید میشن. ببین، مجلس از اکثریت افتاد و آقای هاشمی توی صداش از تو رادیو پخش شد که آقا نمایندهایی که مجبورن خودشونو برسونن به مجلس که مجلسی از اکثریت نیفته. بعد تازه میایی مثلا هشت شهریور رئیس جمهور رو زدن، نخست وزیر رو زدن، رئیس شهربانی رو زدن، یه تابستون وحشتناکه. ولی شما میبینی آروم آروم جمهوریستان خودش رو پیدا میکنه، یعنی ساختارها خودشون و آدمها خودشون رو پیدا میکنن. عملیات سامان الائمه انجام میشه همون موقع، یعنی همون موقع مهر ماه عملیات سامان الائمه انجام میده، حصر آبادان شکسته میشه، فتح المبین، تحلیل القدس انجام میده، فتح المبین انجام میشه، خرداد 61 هم خرمشهر آزاد میشه. یعنی از خرداد 60 تا خرداد 61 توی یک سال ما یک نوسان شدید 6 ماهه داریم، دوباره یک اوج 6 ماهه داریم. با همه این اتفاقات اون روزا رد شد. من کل حرفم این بودش تو تهران که بودم، وقتی اومدن اینجا دیدم نه، اصلا تحلیل درست بود، حزب الله رد میکنه این بحران رو. کما اینکه الان شما میدید 3-4-5 روزه که در واقع حیفا رو زد. این یکی از تقریبا کمپ مرکزیه اونجا که من متوجه شدم، یه مدرسه. ما هم دوست داشتیم بیاییم و بریم اینجا رو ببینیم و تصویر بگیریم، ولی چون راحت نیستن و الان علاقه ندارن به این که تصویر برداری بشه، ما اینجا با جواد خداحافظی میکنیم و این ساختمونه. آره، همین زرده است. اینجا یکی از علی برو مدارس هست. اینجا الان دارو رانندگی شما از خودمونه.
جواد خدافظ. متشکرم.